درود بر شما بینندگان عزیز برنامه خبرها و رسانه ها. نهم ژوئن و 19 خرداد 1392 شمسی در خدمت شما هستیم. خبرهای امروز هم طبعا حال هوای انتخاباتی داشت، ولی خب اخبار حاشیه‌ای هم کم و بیش وجود داشت به این اخبار. به هر حال انتخاب هایی کردم که میپردازیم به اونا. از کیهان آغاز میکنم. تیتری که کیهان زده در مورد صحبت های آقای خامنه ای هست در جمع استادان، قاریان و حافظان مسابقات بین المللی قرآن. تیترش این هست: دشمنان شمشیر را از رو بستند، اتحاد فرضیه فوریست. کیهان در مورد ائتلاف دو کاندیدای اصلاح طلب، یعنی آقای روحانی و عارف، این چند روز مطلبای زیادی نوشت. این مطلبی که هست در مورد این هست که معتقد هست کیهان که هاشمی و کارگزاران با روحانی بستند و دقیقا همین تیتر رو انتخاب کرده برای خبر. کش و قوس میان کارگزاران و اصلاح طلبان بر سر حذف محمد رضا عارف یا حسن روحانی از رقابت‌های انتخاباتی ادامه دارد. روز گذشته محمد علی نجفی از اعضای حزب کارگزاران اعلام کرد تلاش‌هایی برای ائتلاف با آقایان عارف و روحانی داشته ایم و این دو بزرگوار ائتلاف را پذیرفتند. به گفته وی قرار است نتیجه این رایزنی به زودی اعلام شود. همزمان حسن دهباشی، سازنده فیلم تبلیغاتی حسن روحانی، از قطعی شدن حمایت هاشمی نسبت به حسن روحانی خبر داد. و اما رسالت دقیقا همون تیتری که کیهان زده بود رو انتخاب کرده، حالا با یه تقریرات جزئی. غربی ها شمشیر را از رو بستند، اون گفته بود دشمنان، این گفته غربی ها. رسالت: آیت الله سید احمد خاتمی، پرونده آمریکا منحصرا دست رهبری است و هیچ کس حق دخالت ندارد. این خبریه که بعد از تیتر من براتون انتخاب کردم از رسالت. امام جمعه موقت تهران خطاب به برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت پرونده آمریکا منحصرا دست رهبری است و هیچ کس حق دخالت در این پرونده را ندارد. به گزارش ایرنا، آیت الله سید احمد خاتمی در نشست بصیرتی مردم ملایر افسود در نطق برخی از کاندیداها حتی از فضای امنیتی و عرصه آزادی کشور و دانشگاه ها بسیار سیاه نمایی شد، همان حرفایی که شبکه های ضد انقلاب عنوان می کند. و اما روزنامه آرمان با این تیتر: حسن روحانی گفته که این وضعیت رو پیش بینی می کردم. این در مورد یک همایشی است که آقای روحانی داشتن دیروز و در اون همایش صحبت هایی کردن، منظورشون البته حضور مردم بوده و خیلی اتفاقات دیگه ای که اونجا افتاده. در مورد اون همایش یک گزارش مفصلی روزنامه آرمان تهیه کرد. و اما یه خبر دیگه از آرمان: همه از نظر هاشمی در ائتلاف تبعیت می کنند. آقای عبدی گفتند. وی در مورد احتمال اجماع گفت به لحاظ منطقی چنین امکانی هست، هرچند به دلیل فقدان آمار و ارقام معتبر از میزان آرای نامزدها و نیز شناوری آرا و افراد زیادی که تا کنون تصمیم نگرفتند رسیدن به توافق در مورد آرای فعلی آنان قابل مناقشه خواهد بود، ولی معتقدم همه از نظر هاشمی در ائتلاف تبعیت خواهند کرد. میریم سراغ خبرگزاری ها و با ایسنا آغاز میکنیم. تأکید فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش بر لزوم دخالت نکردن نظامیان در سیاست. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش با اشاره بر ضرورت مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری بر لزوم شرکت نکردن کارکنان این قرارگاه در دستبندی های سیاسی تأکید کرد. و خبرگزاری آریا: ولایتی مانع افزایش تحریم ها خواهم شد. ولایتی کاندیدای دوره 11 ریاست جمهوری با حضور در جمع مردم اصفهان با اشاره به دو حوزه تدبیر و دفاع در برنامه های خود گفت مقاومت در برابر زیاده خواهی دشمن و مانع از افزایش تحریم با تکیه بر ارزش های اسلامی خواهم بود. دویچه وله: صالحی، سیاست اتمی ایران پس از انتخابات تغییری
نخواهد کرد. من گمان میکنم این دومین باریه که آقای صالحی این حرف رو میزنه. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به انتقادهای برخی نامزدهای ریاست جمهوری از دیپلماسی هسته‌ای گفت که با تغییر دولت سیاست اتمی کشور تغییری نخواهد کرد. او اظهارات نامزدها را صرفاً برداشت‌های شخصی دانست. و باز هم دویچه وله، موسوی خوئینی ها: با شرکت در انتخابات به هر قیمت مخالفم. محمد موسوی خوئینی ها دبیر کل مجمع روحانیون مبارز میگوید با شرکت اصلاح طلبان در انتخابات به هر قیمتی موافق نیست. به گفته او چنین مشارکتی به زیان جریان اصلاحات و به زیان تفکر اصلاح طلبانه است. و اما کوچه، حسن روحانی: کاری میکنم تا همه زندانی ها آزاد شود. حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه 18 خرداد در ورزشگاه شهید شیرودی تهران گفت اگر بار مسئولیت بر دوش من افتاد، کرامت را به دانشگاه و دانشجو و منزلت را به زنان باز خواهم گرداند. به گزارش خبر آنلاین این سخنان روحانی با شعار هزار مواجه شد که می گفتند زندانی سیاسی آزاد باید گردد و در پاسخ او گفت چرا فقط زندانی سیاسی، کاری کنیم همه زندانیان آزاد شوند. من اگر بار مسئولیت بر دوش من قرار گرفت، کرامت را به دانشگاه و دانشجو بخواهم. منزلت را به زنان برخواهم گرداند. چرا زندانی سیاسی؟ کاری کنیم همه زندانی مزدور. بی بی سی اومده و بین کارنامه 3 از دولت مردان ایرانی که به نحوی حالا مسئول بودن تو مسئله هسته‌ای ایران اومده و اینا رو نوشته، نتیجه هاش و کشورهایی که اینا باهاش مذاکره داشتن و حالا یه مقایسه خیلی کلی انجام داده و یه سری نتایجی هم گرفته. مثلا در مورد آقای روحانی گفته جلوگیری 3 اروپایی از ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و قول استفاده از حق وتو در صورت ارسال پرونده به شورای امنیت و همچنین اعلام آمادگی اروپا برای حمایت از درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، گفته اینا از به اصطلاح نتایج صحبت‌ها و کارهای آقای روحانی بوده. و در مقابلش مثلا در مورد آقای جلیلی گفته وضع تحریم‌های بی سابقه از سوی آمریکا و اروپا علیه ایران، کاهش نزدیک به نیمی از صادرات نفت، کاهش بیش از نیمی از درآمدهای ارزی و چیزهای دیگه. اگر که علاقمند هستین برید بخونید که خیلی مفصل هم هست. خبر آخر هم از کوچه است. احتمال برگزاری مناظره 4 میان کاندیداها: محمد تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما روز شنبه 18 خرداد گفت که در صورت موافقت کمیسیون تبلیغات و همچنین تقاضای نامزدهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری، تلویزیون جمهوری اسلامی آمادگی برگزاری 4 مناظره رو داره. ممنون و سپاسگزارم از توجه شما به برنامه. با ما در تماس باشید از طریق ایمیل برنامه و نظراتتون رو به ما بگید. ایمیل برنامه هم هست contact@kuchemail.com. سپاسگزارم و بدرود.